درود بر مرد خواهش بزرگ خواهش منو تیمسار سرافراز. جناب آقای جدی هم به شما سلام میکنن. تیمسار برادر منم شهید جدی، متقابلا سلام عرض میکنم. قربونتون برم. ماشاءالله به این چهره زیبا دوست داشتنی، لطفه هزار ماشاءالله، هزار خوشتی. لطفه واسه بسیار لطفه تیمسار معظم، خواهش طبق رسم برنامه ما شما یه بیوگرافی از خودتون بفرمایید، سال ورود، سنتون اگه دوست داشتید، و سال خروجتون، بعد از خروج اگر کاری انجام دادید بفرمایید تا بعد خدمتون باشیم. تیم سر چش درود بر شما. خواهش. با عرض ادب و سلام خدمت شما و تمام کسانی که دارن زحمت میکشن، به خصوص جناب تیمسار مازندرانی، تیمسار ابو طالبی، تیمسار حیدریان و شما عزیز که به نظر من راک جابی که شما دارین معاملتون انجام میدین. قربونتون برم سر، قربونتون برم، ارادت بدم، سلامت باشید سر. خواهش. عرض کنم که من سرتی دوم خلبان حسین نظری هستم، خلبان فانتوم. ورودیم در تقریبا اواخر سال 1349 و به نیرو هوایی بود و دقیقا اسفند 1379 بازنشست شدم. ای جان خواهش. عرض کنم که سال 1356، من یه 7-8 ماه قبل از انقلاب، نه یه سال قبل انقلاب، منتقل پایگاه بوشهر شدم و تقریبا انقلاب و جنگ، شروع جنگ تو بوشهر، جز خلبانان بوشهر هستم. عرض کنم که خدمتم به این شکل بود که اواسط سال 60 منتقل مهرآباد شدم و به عنوان افسر عملیات 12 شکاری مهرآباد، و عرض کنم که تقریبا از سال 1361 منتقل همدان شدم و مجددا 1363 تا 4 به مدت چند سال به عنوان فرمانده گردان 62 شکاری بوشهر مجددا برگشتم بوشهر. و از سال تقریبا 65 دوباره مجددا از بوشهر اومدم مهرآباد، معاون عملیات تیپ شکاری مهرآباد شدم و بعد دوباره منتقل بندرعباس سال آخر جنگ شدم و بعد از بندرعباس مجددا منتقل تهران شدم و شدم فرمانده تیپ شکاری مهرآباد و 7-8 سال آخر خدمتم و فرمانده تیپ شکاری بودم در جوار جناب دادپی، مرحوم دادپی، جناب به اصطلاح باهری روحش شاد، و جناب ابو طالبی که از بزرگان مدیران درجه یک، و در خدمت ایشون یه چند سالی فرمانده تیپ بودم. یکی از افتخاراتی که در جوار جناب ابو طالبی هم داشتم و قبلش به مدت 7-8-10 سال اونجا به اصطلاح مسئول رژه هوایی، به اصطلاح سوپروایزر و فرمانده رژه هوایی بودم و آخرین رژه هوایی روز ارتش رو که سال 79 بود در از کرج به میدان آزادی و انتهای تهران رو با عزت اون بنده به به، خدمتون. مبصر بودید در واقع شما؟ نه، فرمانده رژه بودم. فرمانده رژه بودید تو سال 79 فهمید. به 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 از بر اگر چندید ارز کنم که من یه موضوعی بود که دیدم توی صحبت ها بیاد بد نیست. ببینید، یه سری از خلبان ها توی جنگ تحمیلی خیلی دلاوری ها کردن و این بچه ها اکثرشون، شاید 100% اینها، آموزش خلبانی رو در افور، من فقط عرض میکنم، در گردان 11 شکاری دیدن. یه سری اساتیدی که من فکر میکنم اینا واقعا خلبانان آس با سواد، با دانش، و شاید اینا در سطح جهانی مطرح باشن، اینا آموزش دادن. بد نیست که من اسامی اینا رو الان خدمت ببینید. عالیه عالیه. من از درجهشون سال حض میکنم، فقط اسامیشون میگم. ببین، جناب پورسبا، جناب ایزد ستا، جناب پورگان، جناب سمدی، هر جا هستی تهران هستن سلامت باشن،
جناب ندیمی، به به جناب دادپی، ایشون به اول تو گلدان خوشم آموزشی معلم ما بودن، جناب حیدرزاده، به به جناب به شیروین، جناب زرابی، ایشون هم همون اومدیم ایشون توی گلدان آموزشی بود، جناب فریدونی، این فقط ماشاءالله اسامی رو ببین، جناب دشپسند، جناب ماشاءالله قهستانی و جناب صدیق. این عزیزا معلم خلبانه گردن 11 چه سیستی اسمشون که بزرگانی اینا، هر بله کدومشون یه کشور بسن ماشاءالله. بله ببین اینها به نظر من توی این جنگ سهیمن. و چرا؟ به خاطر اینکه آموزش های عالی که به خلبان های جوان دادن و این جوان ها از آموزش اونا بود که این دلاوری ها رو تو صحنه جنگ انجام دادن، که اینا هر کدومشون اگر رفته خدا دارم رحمتش کنه. تیمسار صدیق توی الان لایف هستن، تیمسار صدیق فرمانده اسبق دست نیروی، انشاءالله سلامت باشن، یکی از بهترین معلم ها بود و زمان جنگ هم ما در خدمتشون تو گوشه بود. عرض کنم که من فکر میکنم چون تمام 8 سال رو به صورت خلبان عملیاتی بودم، این اوضاع جنگ رو توی بوشهر که ما بودیم از دید اون موقعی که ما اونجا بودم خدمتتون عرض میکنم. خواهش ببینین قبل از این که جنگ شروع بشه، وضعیت آماده باش و آمادگی 100% نبود، یعنی به این شکل که نیرو زمینی به دلایلی که خیلی عزیزان اشاره کردن فرماندهانش رو برشته بودن، تقریبا نظمشون رو به هم زده بودن و یه نیروی به اصطلاح منظم آماده باش و طوری باشه که بتونه کاملا وارد جنگ بشه نبود، خیلی غیر عملیاتی. دریایی هم وضعیت مشابه داشت، یعنی وضعیت آماده باش خوبی نداشت که یعنی به اون شکل رزمی نبودن، به خصوص که یادم بعد از انقلاب فرمانده نیرو دریایی به اصطلاح دریادار افضلی، همون موقع که ایشون رو به دلایلی برداشتن و اعدام هم شد، خیلی اثری روی نیروهاش گذاشته بود که چون ما بچه های دریایی رو گوشه میدیم اصلا یه شرایط خوبی نداشتن. این هم دریایی. از کنم خب برادران عزیز بزرگوار سپاهی هم تازه تشکیل شده بود، یعنی هنوز به صورت لشکر اونطوری نبود، چون تو گردان بود که داشتن به صورت گسترشش میدادن که تو کردستان درگیر بودن، بس به شکل بعض سالهای دیگه جنگ نبودن. یعنی شما ببین این دو سه تا نیرو که عرض کردم توی جنگ به یه همچی شرایطی داشت. اما نیرو هوایی، نیرو هوایی ببین یه قدرت پنجم دنیا بود از لحاظ تو ارتش شما، به خصوص نیرو هوایی با اون تجهیزات و تعداد خلبان ها. و عرض کنم که در زمانی که میخواست جنگ شروع بشه در نیرو هوایی هم یه اشکالات، یه مسائلی پیش اومد که اشاره میکنم. میخوام بگم یعنی وضع ما چی بود که عراق حمله کرد. نیرو هوایی هم در ببینید اون موقع هنوز بسیج تشکیل نشده بود، هنوز مردم در تحولات انقلاب بودن و هنوز به اون شکل اصلا پشتیبانی نمی‌دونستن بکنن. اما نیروی ببینید از انقلاب تا شروع جنگ کمترین سورتی رو میپریدیم، من یادمه که حداقل الزامات رو در ما انجام میدیم. به همین جهت خیلی از خلبانان قدیمی ما اکسپایر بودن، این اساتید به اونا، و یه سری که جوان‌تر بودیم شاید مثلا. بعد اومد غیر از این مسئله کم بود، یه تعداد از خلبان ها بازنشست شده، یه تعداد از خلبان ها تو کودتا متاسفانه خب یه تعداد از خلبان ها تعدیل و تصویه شدن، یه تعداد کلاس توجیهی می رفتن که از اینا الان اسم می برن که ببینین چه دلاورایی اصلا این بچه هایی که بیرون رفته بودن شد. بس این شرایط ما برای 30 شهریور 59 بود. اما عراق با 12 لشکر مجهز به تمام اسلحه ها و پشتیبانی کل به اصطلاح غرب اومد توی سرتاسری وایساد و حمله شد، همون 31 شهریور انجام داد و تمام به اصطلاح فرماندهانش و خود صدام توجیه شده بودن که نهایتا در عرض 2 هفته این 12 لشکر میاد جلو و میاد تا تهران تهران میگه و
و یقینا گفته بودن که خوزستان رو جدا میکنیم و اصلا دیگه خوزستان توی نقشه هاش جزء کشور خشک شده بود. این با این روش و نقشه راه جنگ شروع شد. حالا چون یه سری مسائل بود من جنگو، چون من 8 سالشم بودم، جنگو دو بخشش کردم. یکی تقریبا 6 ماه اول، بعد 7 سال بعدی. در نتیجه شما مسائلی که تو نیروایی است، یه 6 ماه اول، یه 7 سال خوده بعدش. حالا توی این 6 سالی که من عرض می کنم، به استناد تمام شواهد، نیرو هوایی خودشو فدای مردم و کشور و آرمان های میهن پرستی و عقیده هاش کرد و تقریبا فدا کرد. چطور شد که اینجوری شد؟ اومد کاملا نیروی دریایی عراقو با هواپیمای F4 به خصوص و موشک‌های مرویک منهدم کرد. یعنی نیرو دریایی تقریبا متلاشی شد دریای عراق. درسته. به خصوص همین 6 ماه. بعد کم کم با نیرو زمینی چقدر ما پشتیبانی نزدیک و کلوزر ساپورت پریدیم تا این لشکر 12 لشکر نتونست پیشروی بکنه. پس جلو نیرو زمینی عراق هم سد کرد نیرو هوایی. بعد اومد هوایی که خب بچه های عزیز بزرگوار قهرمان F14 و خود F4 کامل و پدافند ما هواییشو جلوشو بستن. این حرکت باعث شد که نتواند با نیرو دریاییش و نیروی زمینیش و نیروی هواییش بتونه بیاد جلو. این بود که مانع جنگ بود. چون این 6 ماه 80% بچه ها نیستن، کمتر صحبتش میشه. اصلا این 6 ماه خیلی فرق میکرد با بقیه سالهای جنگ. ببینین تاریخ 27 یا 28 شیش 59، یعنی 5-6 روز 4-5 روز قبل از جنگ، من ببینید یه حرکت های ایزایی داشتیم. یکی از حرکت ها یادمه که 2 تا ناوچه اوزو، ناوچه جنگی عراق، اومده بودن تو بندر امام، بیرون بندر امام وایساده بودن تا از اونجا یکی از ناوهای بزرگ ما حرکت کنه بیاد. نیرو دریایی کمک خواست از بوشهر بلافاصله 2 یا 3 فروند، دقیقا جزئیات یادم نیست، ولی فلایتی بود که یاسینی بود توش، توانگریان بود، دمیریان بود، دیگه دقیقا نمیدونم، خود منم بودم. رفتیم برای زدن این کشتی ناوچه های اوزو و هر دو رو یاسینی زد. یعنی هر دو تا ناوچه های اوزو رو یاسینی کاملا زد. این مال تاریخ چند رو قبل جنگه که بعدم جناب ابن امی ترکت که رفت. بعد عرض کنم که درست دقیقا روزی که 31 شهریور حمله شو کرد اون عراق به تمام پایگاه ایران، بلا فاصله اون 140 فروند فردای اون روز آماده شد که من خودم شماره 2-1 از فلایت ها بودم. بوشهر فکر میکنم 20-25 فقط میتونم تا 30 سورتی اون روز پرواز بلند کرد. چون 140 فروند بهرآباد و دسفول و تبریز و همدان و بوشهر و این 140 فروند فقط با می 140 فروند که ایزان گفتن سوختی رو کب و اینا میشون تا 200. اما این 140 فروند چه معنی داشت؟ یک، اصلا تو حساب نظامی برآورد نشد تو حسابای صدام. وقتی که این روز یک اول مهر این 140 فروند رو دید وحشتی کرد، چون اصلا فکر نمی‌کرد ما بتونیم فردای هم در راه 140 فروند فقط برون مرزی بیاییم، یعنی بیاییم داخلش. این دقیقا مثل یه مشت آهنینی بود که به صدام و فرمانده‌هاش خورد که واقعا اینا گیج و ورتیگو شدن و اصلا تمام برنامه‌هاشون به هم ریخت، چون فکر می‌کردن نیده هوایی یه دفعه همچین حرکتی بکنه. بس ببینید این 140 فروند چه معنایی داشت. تعریف 140 فروند این بود که روحیه صدام و فرمانداش به هم ریخت، همین از خود بمبارونای ما بالاتر بود. بله. عرض کنم که قبل از این که به اصطلاح من بتونم وارد اون اصل جنگ بشم، من در خصوص به اصطلاح این برنامه به اصطلاح پروازا بگم. ببینید شما توی
پنج شیش ماه اول جنگ جناب کاپیتان حمزه‌ای بله بیشترین سورتی پروازهای لو لول و برون مرزی انجام شد. یک بیشترین، چون من خودم هم گوشه سه چهار سو فرمانده گردان اونجا بودم، مثلا ما هفته یه دونی پریدیم مثلا باش ماه پنج دو. ولی اون شیش ماه ببینیم بالاترین سورتی پرواز انجام شد و طوری بود که بچه ها در دو ماه اول جنگ 50-60 سورتی بعضی ها پرواز کرده بودند، مثل دوران یاسینی که اسمشون بعدن میگن. بیشترین اسرا، بیشترین جانباز ها و شهدا مال این تاریخ شش ماه اول جنگ، شش ماه اول جنگ بیشترین آمار شما ببینید تو این شش ماه شده. عرض کردم آمار روایی ببینید، بیشترین استراک یا اس ام یا لو لول و به اصطلاح برون مرزی تو این شش ماه شد. اصلا تو هر پایگاهی که من بودم اصلا دیگه به اون تعداد نتونستیم بریم. اما چه اتفاقی افتاد؟ 70-80% بچه ها شهید شدن یا از کنار رفتن تو همین شیش ماه. تو نماز جمعه ای در سال 1360 فکر میکنم یکی از عزیزان بود که اومد و نماز جمعه کاملا به طور رسمی گفتن 80% خلبانهای ما جانشون رو برای مملکت فدا کردن. این تو نماز جمعه رسما اعلام شد. نیرو هوایی تقریبا میشه گفت 80% بعد مثلا خودش و قدرتش و همه چیش تو همین شیش ماه از بین رفت. 80%، ببین شما بقیه جنگ حالا ببین چقدر فرق بشه. ببینید در خصوص این مثلا پروازهایی که من صحبت کردم 80%، ببینید تقریبا میشه گفتش که یه تعداد از خلبان ها واقعا اینا حقا اینا همشون قهرمان های جنگ که باید اسم برده بشه. اگر از بدیم من اسامی که توی بوشه حتما. بودیم حتما حتما از کنم که من دیگه درجه ها رو نمیگم و شهدن شهید بودنشون رو بعدا میگم، ولی همجوری اسم هم. ببین این اسامی رو خواهش من رو زیاد کنیم. جناب یاسینی، دوران، منوچهر محقی، سفید موی آذر، سعیدی، علی بختیاری، آبدین، حیدرزاده، ابن یمین، کاکاوند، داتپی، نمکی، صدیق، زرابی، حاجی، توانگریان، دشپسند، دمیریان، عزیزی مقدم، غفور جدی، مهدیار. حالا شاید یکی دوتا هم باشن ولی یه تعداد مأمور میمدن که اونا دیگه بیشتر تو زام. ماشاءالله به شما. عرض کنم که چه خود من اونجا بودم. بعد کابین عقب هایی که بعدان اینا دلاوران شدن، گلان شدن، اسامی کابین عقب های بوشهر اسامی ثابتش رو عرض میکنم. بله. عقب یا کمک خلبان. جناب خلعتبری. بعدن شهید شد و کابین جلام بود بعدن، ولی اینجا کابین عقبه. خلعتبری، روستا، رنجبر، پیروان، گودرزی، خرازیان، اقدام، رضایی، انقطاع، فضل الله امینی، امجدیان، رضا کرم، حمید قدیری مقدم. حالا شاید باشه من دیگه اینا یادم. بله. بعد عرض کنم که تاپستراک. یه تعداد بودن بالاخره هم خدا کمکشون کرد، هم خیلی شجاعتر بودن، هم فیزیکی بدنشون خوب بود، هم چنان به سلاح پروازه کردن که دیگه مثلا بودن دیگه یک چیزی عراق نتوستو بزنه. من یه تعداد اسم هایلایت میکنم. تمنام است که اگر دسترسی به اینا داشتیم اینا رو حتما بیاریم. یاسینی. یاسینی من الان میگم یاسینی بره. دوران، اینا تاپستراکن، یعنی بیشترین تو این دو سه ماه اول جنگ برون مرزی لولدل پرواز کردن. دوران، منوچهر محقی، سفیدموی آذر، سعیدی، علی بختیاری،
وز شد الان؟ بله بس شد. این آقای تیمسار یحیی کریمی از دزفول به من زنگ زده، ببخشید معذرت میخوام. خب بس خواهش من. ببینید یاسینی، دوران، منوچهر محقی، سفیدموی آذر که خواهش میکنم ایشونو پیدا کنید، حتما. سعیدی، علی بختیاری آبدین، اینها همون دو سه ماه اول نزدیک به 60 سورتی پرواز، روزی دو تا سه تا اس ام، اونم برون مرزی لو لول پرواز کردن، اصلا قابل قیاس نیستن. و اینا چون بعدا من میپریدم اصلا دو ماه یه استراک به من میخورد، ولی اینجا هر روز دو سه تا پرواز استراک میخورد. این چند تا اسم رو خواهش میکنم همه از ذکر میشنون حتما به کمک شما جناب ابوطالبی، جناب دریانی، این دست این اسامی که هایلایت کردم که مشخص شد که حتما کیا هایلایت کرد، همه بودن. عشان نوشتین بعد. بعد کابین عقب هایی که اون موقع باز بودن اونا هم بالاخره پروازه زیادی کردن، درود به همشون که اسامیش رو خدمت خوندم. از کنم که 45 روز اول جنگ بنده حقیر سه دو تا ایجک، یکم ایجک میتونم نسبی تقریبا سه بار منو زدن. عجب. 45 روز اول ماشاءالله. پنجم روز عید با جناب حمید قدیر مقدم منو زدن و در بندر دیلم، نزدیک بندر دیلم پریدم با جناب حمید قدیر مقدم، کابین عقبم بود. بله. حدودا 10-15 روز بعدش با شهید رضا کرم رفتیم که ایشون پرید بیرون و اول مفقود الاسد بعد شهید شد تو همین پرواز و ما بدون کابین عقب اومدیم. این هم چرا یه دونه. پریدن جناب تیم حالا سار؟ بعدا تو خاطراتم میگم، تو خاطرات میگم. اوکی. و این هم تقریبا روز 25 فکر میکنم 25 روز بعد از شروع جنگ بود. به من گفتن دست فردا، دست فردا داشتم ادامه، چون فکر کنم دو تا همشت. ادامه دادم، درست 40 روز 45 این روز جنگ دوباره من رو زدن. ای بابا ست ایجکت دوباره پریدم، از رو نرفتم. این سواری که بندر زدن که خب اولی با حمید قدیر مقدم الان زنده است، خدا حفظش کنه نگرش داره، دومی که شهید شد به نام شهید رضا کرم، سومی هم به ذات ساری اینجا شهید نشد ولی بعدا شهید شد. این سه تا سانحه من توی همین 45 روز اول جنگ. شما فکر کن توی 45 روز سه تا اینجوری ایجک برای شما پیش بیاد. خب با اینکه من جانباز هستم و مهرای گردن و کمرم شکسته بود، باز ول نکردم، گفتم من باید عملیاتی بمانم و پرواز کنم. خب من پروازمو ادامه دادم که خاطرم هست که خب بعد دیگه اومدم و فقط یه افتخاری پیش اومد. من فکر کنم دوره 25 تا 30 تا بیشتر نبودیم. سال 1364 یه تعدادی که عرض کردم از تمام خلبان بودم، 20 نفر، 30 نفر نبودیم، یه همچین تعدادی رفتیم و مقام معظم رهبری به ما مدال فتح دادن. به به، اونایی که برون مرزی زیاد پریده بودن ده. ولی این مدال متعلق به مدالا، متعلق به تمام خلبان است. حالا اگه آقای سعیدی گرفت، بنده گرفتم، سفید می گرفت، این نیست، ولی این معنی نداره که، ولی متعلق به همه بچه ها هستش. بچه جان با حقیق دیگران بله، ماقیم گرفت بچه ماقیم گفتم اون کسایی که تعداد برون مرزی بیشتر از بقیه داشتن توی این لیستن. الان دارین اسمشون رو اونم بگین؟ نه اونو حفظ نیستم. دارم خلدبری بود، جناب دوران، یاسینی، همین اسما، سفیدمو، منوچهر محقی، اینا همه بودن. همین که اسم گفتم که تاپ استراک ها همه بودن. از دسپول هم، از بچه اف پنج هم بودن، از بچه حتی اف چارده هم بودن. منتها این اسامی رو خودی که از ازش داشته باشی میتونه بیاره برای شما بده که اعلام کنیم. بنده حقیرم توی این قضیه بودم که سال 64 این مداله رو گرفتیم که بسیار من. اما من یه تعداد تقدیر دارم که لطف بفرمایید اینا رو یادداشت بشه. ببینید جناب مهدیار و دوران، هر دو اینا جز تصفیه‌ای بودن، یعنی مهدیار اصلا بیرون بود، اومد بوشهر، من یادم بچه‌ها براش پرواز
لباس پرواز پیدا کردیم. ایشون رفت دلاورانه جنگید، همون اوایل جنگ شهید شد. کمتر اسمش برده میشه، مهدیار. واو، اختیار. مهدیار. بله جناب دوران جزء ما عزیزانی بود که بیرونی بود، اومد و ببین چه کس 330-340 تا برون مرزی، خودش هم رفت خودش رو با هواپیماش زد مرکز بغداد. بله این جزء اون تصفیه یا بله و تعداد استراکش دارم میگم 330-340 تا برون مرزی داشت. ماشاءالله. میگم اینقدر که واقعا من مو به تنم واقعا ایستاد خواهش از این حالتی که، یعنی خدا وکیلی این همه رشادت و آدم وقتی از الان شما چقدر زیبا دارید دونه به دونه اینا رو بیان میکنید. من خدا شاهده شما خودت هم مجری، هم توانمند، هم خوش صحبت، من فقط هنگ و محو صحبت های شما هستم. لطف داری شما، بسیار لطف داری. بعد باز یه دلاوری رو مثال میزنم که ببینین چه کرد. جناب منوچهر موقعی یه قهرمان ملیه، درست شد درش. ایشون باش اگر بشه حتما باشین مصاحبه بشه. ایشون من تو بالش چندین پرواز همون 45 روز داشتم، باور بفرمایید شجاعتر از ایشون ندیدم، به قدری قشنگ. چون ببینیم پرواز لولور 100 پا بالا زمین، بعد مأموریتی که دارن میگن 80% برگشت نداری کیل، بله در پروازها 70-80% کیل بود. بله بله اون اول جنگ ما هر 4 تا میرفتیم 2 تا نمی اومد، هر روز چند نفر داشتیم شهید میشدن. خیلی اتیونه هر من روز کمتر یادم یه روز ما کسی رو از دست نمیدادیم تو گوشه. برای همین دارم میگم اون 45 روز 3 ماه اول اصلا یه چیز دیگه است که بعدش هم تبدیل شد با های آلتیتیو. تعدادی که تو این 45 سه ماه اول شهید شدن اصلا آمارش قابل قیاس نیست، هر 5 روز یه نفری میزدن. یعنی ما اصلا من تو لاینی که زندگی میکردیم آیا جناب شهید عزیز مقدم، شهید روستا، شهید رنجبر، تمام شهید شده بودن. شد دو تا مونده بودیم، من و گودرزی بودیم. ببینید که همچین وضعیتی اون، ببین چقدر این داستان این 6 ماه با بقیه جنگ تفاوت داره. عرض کنم که بس جناب منوچهر موقعی از لحاظ دادن کانفیدنس به شاگردی کمتر که من خودم مثلا موقع درجه صدفان یک بود، خب جوانترین خلبان کابینجره اون زمان بودم، از جز اون جوان ها بودم. صداشون قطع شده داره. نه نه صداشون تیمسار، ببخشید تیمسار، تلفنتون زنگ خورده، احتمالا تلفنتون زنگ خورد، زنگ خورد. یه بار دیگه شما رو میبرم پایین، دوباره میارم، صداتون قطع شده. صدای من میشنوین؟ نه تیمسار نظری، با عرض شرمندگی صداتون قطع شد، من یه بار دیگه شما رو میارم بالا. تلفنتون ظاهرا زنگ خورد و این صدا رفت، دوباره درخواست میدم میارمتون بالا. ازوار ماشاءالله، اینقدر ایشون خوش صحبت و اینقدر زیبا دارن مطالب بیان میکنن، من که واقعا من مطمئنم شما هم به اندازه من دارین لذت میبرین. بله بله خب درست شد؟ بله قربان، بله درست شد. بله. عرض کردم که یکی از قهرمانای ملی جناب منوچهر محققی که گفتم درست مثلا محقق. من بود و تو بال ایشون که میرفتم انقدر کانفیدنس میگرفتم که بعد از اون دیگه هیچ ترسی از هیچ چی نداشتم. برای این دارم از ایشون تعریف میکنم. حتی من پرواز زیادی با هم بچه های دیگه هم داشتم، با جناب دوران، با جناب یاسینی، ولی مثلا اون موقع یه همچین حالتی این عزیز داشت. عرض کنم که یکی از خلبانه عارفور، نمیدونم اسمش برده شده، جناب ذوالفقاری، ایشون یکی از خلبانان آس جهانی میتونم بگم، چون به قدری عالی پرواز میکرد و عکسای گرفت از کل عراق که سن نمونه است و یکی از شجاعترین خلبانان شناسایی عارفور جناب ذوالفقاری بود. درود برشون باش. عرض کنم که پدافند
پدافند خیلی زحمت کشیدن، ولی یه اسمی نمیبرم به نام بیژن عاصم، چون بعدا تعریف میکنم جون منم نجات داده. ایشون هم یه کسی بود که تو بوشهر تو رادار را که صحبت میکرد، ما برمیگشتیم از اس ام صدای ایشون رو میشنیدیم، تمام بود دیگه، خیالمون راحت میشد که مشکلی نداریم. درود به ایشون بیاد که هر جا الان هست، واقعا حتما درود میاریمشون، حتما میاریمشون بیژن ایشون، عاصم، بیژن حتما عاصم که واقعا اصلا شیرازی هم بود، میگه کاکو فلان، ما خیالم راحت شد دیگه، رادار ما رو داره دیگه، خیالم میشه. خداش. عرض کنم که بچه های فنی خیلی زحمت کشیدن، من یه نفر فنی بود نام سرگرد اعظمی، که این جناب سرگرد اعظمی تو بچه های MC و همه جون زحمت کشیدن هم خیلی بود. یادم ایشون رو توی مهرآباد که من فرمانده تیپ بودم، ایشون رو گشته بودم به عنوان فرمانده گردان سنگین. هواپیماهایی رو که اکثرا تو جنگ به صدمه دیده بودن تعمیر میکرد. یکی از زمان ابو طالبی جان تیمسار هم بودن، یه هواپیمای F4 ایشون بازسازی کرده بود، من رفتم FCF پریدم، نشستم دیدم جناب شهید ستاری میخنده، گفت بیا نظری من چی کل عکس رو بهش نشون بدیم. عکس رو من نشون داد، بعد از تست هم موفق بود تمام. من تازه فهمیدم چی گفت، مخصوصا گفتم بهت نشون ندم که تو پروازت اثر نداشته باشه، که من دیدم 70% هواپیما از بین رفته بود، 30 تا 40% مونده بود. این عزیزمون جناب اعظمی و دوستان دیگه در تعمیرات سنگین پی دی ام مهرآباد سال 56 و 4 همچنین حدودی آماده کرد، که درود به این جناب اعظمی. که من عرض کنم که یکی از اسطورهایی که بوشه فرمانده پایگاه بود و همه جا اصلا ایشون واقعا جناب دادپی است، که واقعا ایشون اسطوره ی خلبان ها و روحشون باقیات شاد بشه. سالات باقیات سالاتش هنوز هم هست اون آرتاکیش و خیره. ایشون هم یه اسطوره بود تو فرماندهانی که در زمان جنگ بودن. عرض کنم که یه اسم دیگر هم ببرم، جناب پورگان، از این خلبانان پهلوان صفت بسیار بامنش و بسیار عالی و باقی یه پرواز عالی. ایشون تقریبا یادمه که تا سال 72 اینا FCF رو میپرید، بعد منو برد گفتش که میخوام تمام تجاربم رو در FCF به شما بگم، تمام اون تکنیک ها و قلقا در امرجنسی چیه و چجی. و من دو سه داد با ایشون FCF رفتم، که بعد از ایشون منم به مدت 18 سال خلبان FCF یاشی یا سها شدم. و واقعا شاگرد این آقای پورگان الان میگم چقدر این استاد بود، چون اینایی که های بودن من اسمشون برم که وظیفه هم انجام شد. و من خدمتتون عرض کنم که من خودم هم عملیاتی نگه داشتم درست روز سیوم سی سال، روز سیوم یعنی 26/12/79 که بازنشست شدم، همون روز با جناب نویدتم که الان هستم خدا حفظشون کنه، رفتیم F4 و FCA پریدم، ریلیز شد، نشستم پر گفتم برین من میخوام 10 دقیقه بشینم، چون باید میرفتم بیرون شخصی. 10 دقیقه هفمان رو نگاه کردم، هفمان رو بوسیدم و بالاخره زر احساساتی شدم اومدم بیرون. درست روز سیومه سی سال من خلبان تست FCA دبل کارنسی هم بودم، F4 هم دی بود، من رفتم خب اینو تست کردم، که این موضوعی بود که تو ذهنم مونده بود. اجازه میدین من یک دو تا جمله عرض کنم؟ لطف دارید شما بفهم دار شما تمام وجودتون قلبه، لطف دارید شما من بسیار من. شما حضورتون خیلی به من درس داد و به من و به تمام مطمئنن هم رزمامون، حالا به هر حال اینو میخوام بگم، شما چقدر زیبا راجب حمد رزماتون، اینقدر قشنگ راجب جام محققی، راجب جام سپید موی آذر، راجب بقیه هم رزماتون اینقدر زیبا و با اشتیاق حرف میزنین که وقتی راجب مثلا بحث خودتون و ایجکتتون و اینا میگین فقط میگذرید. من میخواستم اینجا یه تبریک خدمت شما بدم بگم، و میدونم که شما خارج از این بحث خلبانی فکر میکنم شناگر بسیار قهاری هم هستید، و هزار ماشاءالله هم خوشتی پید هم خوش سیما. من الان میفهمم که آدما قلبشون تو چهره هاشونه، یعنی اگر این سیما به این زیبایی اینقدر دلنشین میشه به خاطر قلب و زلالی قلبتون. تمام این بزرگان که اومدن تک تکشون همین سیما رو دارن، به جز اون زحماتی که کشیدن مثل حضرت عالی، اینقدر زیبا راجع به هم رزما و هم لباسای خودتون تعریف کردید. درود به شرفتون.
خواهش، ممنون، لطف داری شما. عرض کنم که لازم میدونم یه تقدیر تشکرم از تیمسار ابوطالبی بشه. ببینید جناب ابوطالبی، من 10 سالی زیر مجموعه ایشون بودم و تیپ شکاری که با هم بودیم تا من تا روز آخر فهمیدم تیپ شکاری بودم، ایشون هم اونجا بودن. و ایشون یکی از مدیران بسیار با اخلاق، خلاق و سازنده. یعنی یه نفر سازنده میگن، واقعا من چون خیلی ها کار کردم، شاید بیشترین خدمتم با جناب دادتهی بوده، ولی جناب ابوطالبی از نظر اخلاق، مدیریت، منش، شخصیت به قدریشون خوب بودن که بچه هایی که زیر دستش بودن همه باش علاقمند و با محبت و دوستانه خدمت میکردیم. من کمتر از ایشون بد اخلاقی دیدم. و واقعا ایشون وقتی سازمان کشوری رفتش، باز اونجا هم کلی سازندگی کرده که هنوز هم هست. باقیات سالات ایشون خیلی زیاده. شما منطقه مهرآباد بری میبینی چقدر تاسیساتی از باشگاهش، همه چیشو ایشون ترمیم کرده. و چقدر حیفه که یه همچین افرادی که اینقدر توانا و مدیرن کنارن. من فکر میکنم در هر جای مملکت هر مسئولیتی به شخصی مثل ابوطالبی بدن، اونجا رو آباد و واقعا ایشون از نظر مدیریتی که من دیدم نامبر وان و یک هستش که من دقیقا همین. اما در مورد خودم هم بیه اشاره کنم چون همه دارن نگاه میکنن. من نزدیک 500 ساعت هفت شکاری پریدم. چقدر؟ 500 چی 5000 ساعت. 5000 ساعت؟ بله، چون من 5000 ساعت شکاری ماشاءالله. بله، یعنی 2500 ساعت تو همدان فقط کپ پریدی. ماشاءالله. 700 تا 800 ساعت خلبان توپولوف بودم در ایران تور و کاسپیان. 700 تا 800 ساعت، این 400-500 ساعت توی ایران تور، 200 ساعت هم توی کاسپیان. ای جانم 20 سالم است، 20 سالم است توی یک صنایع، هنوزم مشغول کار هستم توی یک از صنایع. ماشاءالله 20 سالی است. ماشاءالله. عرض کنم که آخرین مطلب رو عرض کنم. ببینین چیزی که به دستم اومد این هستش که عزیزانی که دستم در کار آموزش خلبانی هست حتما بدونن یه روزایی میشه که این خلبان باید از جانش بگذره. یعنی شما باش خلبان میگی با 100 پا ارتفاع که میشه 20 متر 30 متر بالا زمین از اینجا میری سمت هدف توی دشمن، حالا بگیم بغداد، هر چه واسه تو عراق، و همین صدپا رو نگه میداری نزننت و میای و به شما قبل از رفتن تا اطلاع عملیات میگه به خاطر ترد اریا و به خاطر اینکه منطقه پدافند زیادی داره 70-80% پیش بینی میکنیم زده بشی. یعنی شما به شما میگن 70-80% بر نمیگردی. یه همچین آدمی بیزینسمن نمیتونه باشه، یه همچین آدمی کارمندی نمیتونه فکر کنه. درست شد؟ بله درست. بله ببینید یه همچین خلبانی رو باید طوری آموزش بدن که ایشون تأمین فکری باشه، بازنشستگیش، خانوادهش، زندگیش طوری باشه که خیالش راحت بشه. حالا آکی والا، پراز خوب، دانش، همینا جمع میکنه بشه مثل آقای یاسینی میشه، مثل جناب دوران میشه، مثل جناب محقی میشه که بلند میشه میره و مثل آقای جناب شهید دوران خودشو میزنه تو مرکز بغداد. اما اگه آبی تمیش نکنی نمیتونی توقع داشته باشی که ایشون بعدن بتونی یه همچین به صلاح فداکاری، یه همچین ایثار و یه همچین گذشتی داشته باشی. خواهشم از عزیزانی که خلبان آموزش میدن در نظر بگیرن، باید روحیه و عقیده خلبان رو طوری بسازن که بتونه لفظی نه عملا به صلاح خودشو به صلاح ارائه بده و یه همچین فداکاری رو بکنه. درود به تمام خلبان، خلبانان رهگیر، خلبان بامبر، خلبانان سوخرسان و کلی خلبانانی که تو این جنگ زحمت کشیدن، همشون استحقاق تقدیر و تشکر، بسیار تقدیر و تشویقن و تقریبا میشه گفت تمام خلبانهایی که هستن اینا کسایی بودن که گفتن ببینید جلوی صدام رو گرفتن کار مشکلی بود، جانانه جای سه نیرو جنگیدن. هیچ وقت یادم نمیره روز بود که صبح رفتیم از ظهر زدم برگشتیم، بعد از ظهر گفتش اجازه عربی هم فکر کنم یا بچه گفت فلانی فلانی میریم که ناوچه اوزو بزنیم. ما گفتیم تازه اومدیم خلبان کم، ما نشستیم تو ما رفتیم
ناچه اوزو زدیم، یعنی مبریک زدیم، برگشتیم برای استراحت، رفتیم تو آله، شب هم اسکرمبل خورد. سه جور معمولیت یه روزیش بقی آدم میمیره، یه دونه برون مرزی از زوه، یه دونه مثلا ناو، یه دونه هم مثلا هوایی. ببینید بچه ها، این آدم باید روحیش، این آدم باید فرق داشته باشه این چی کار کنه. همینجوری شما اینو کارمند بازش بیاریش نمیشه، همچین کارهایی هیچ وقت نمیکنه. ممکنه لفظی بکنه، عملا همچین فداکاری نمیکنه که 80% بره خودشو فدا کنه. بسیار ممنونم، تشکر میکنم. حالا اگر خاطره بخواین میتونم از ایجکتون براتون تعریف کنم، چون به من گفتن در من اولا میخوام فقط یه خواهش کنم که شما کنار ما باشین تیمسال. ببینید شما با این به قول معروف حافظه زیبا و شفافی که دارید، متاسفانه تاریخ جنگ ما یه مقداری دستخوش تحریف شده، شما هم میدونید، و شما جناب نمکی ها، جناب ابن یمین ها، جناب ابو طالبی ها، جناب مازندرانی، جناب حیدریان، حالا میگم تمام دوستان، جناب انصاری، شماها باید کمک بکنید از هواپیماهای مختلفی که هستید و بودید در جنگ محققی ها که این تاریخ برگرده به سر جای اصلیش، اون جایی که باید باشه. واقعا ما یک چیزایی امروز از شما شنیدیم که من برای اولین بار دارم میشنوم و اینها برای من خیلی زیباست. شاید خیلی ها دوست داشتن آقا این جنگو به نام خودشون بزنن، خیلی ها دوست داشتن فلان کنن، ولی واقعا ارتش و مخصوصا نیروی هوایی و مخصوصا یه قشری از نیروی هوایی میگن مظلوم بودن، به قول معروف نعمت روی زمین قسمت پر رویان است، خون دل میخورد اون کس که حیایی دارد. شما واقعا حیا داشتید و متاسفانه با این حیا خیلی ها اومدن سرپوش گذاشتن، خیلی ها ندیدن، خیلی ها گفتن ای بابا کی چی کار کرده، اینا کردم اونا کردم. درود به شما که اینقدر زیبا هم رزماتون رو هایلایت دادید و گفتید. ممنونم از شما. من حتما ازتون میخوام خواهش کنم که چند برنامه دیگه کنار ما باشید، چون من میدونم اینقدر ما با شما حرف داریم. حتما حالا تعریف بفرمایید هر کدومو که دوست دارید از اون خاطراتی که زیبا هستن، ولی حتما ما دوست داریم کنار ما باشید که حالا بیشتر توی این جمع خودمون که حالا پشت صحنه هم هستیم کنار شما ما بتونیم یک کاری انجام بدیم. ممنونم ازتون. در ضمن من تمام اینها این ضبط داره میشه، ما حدودا شاید نزدیک 70 80 گیگ تا حالا خاطره جمع کردیم از خود دوستانی که خودشون تعریف میکنن. خب شما دوست داریم کنار ما باشید، ما خیلی با شما کار داریم تیمسار. من این پرواز شهید کرم رو بگم، چون این شهیدم شده خانوادش بشنون خوبه. ببینین فیلم کنم اون 25 رو حدودا وسط، همین 45 روز که میگم وسطاش بود، 25 رو نبود. ماموریتی به ما دادن، ما تو بوشه چون لوکالی بودیم، جز خلبانان بوشه بودیم، معمولا از مهرآباد، ستاد، بندرعباس میمدن. اول میذاشتن با خلبانای قدیمی تری که بیشتر اونجا پرواز جنگی برو مرزی کردن با اونو بپرن، بعد اونا رو سولو میذاشتن. یه پروازی بود به این شکل که حاجی روح شاد شهید حاجی جز خلبان بوشهره، ایشون شماره یک شد و کابین عقبش سرگود سن شوقی بود که ایشون ستادی بود، مدت و اکسپار هم بود یادمه، از ستاد به ما مأمور شد که گذاشتن کابین عقب. ایشون کابین عقب و یکی از معلم های آس و استاد طلبانه بسیار عالی و تجربه جناب شوقی، چون بعدش شهید شد، بعدا خودش را با عزیز مقدم زدنشون که اتفاقا خیلی هم بد توی عراق اینا رو بد جوری کشتن. شماره یک حاجی شوقی، شماره دو نظری رضا کرم، بنده بودم. ماموریت شلمچه، یعنی درست 20 کیلومتر اونورتر از آبادان اهواز. عرض کنم که نه یه ذره بالاتر، یعنی از آبادان اهواز بالاتر بود، کلوزر ساپور بود. بله ما با جناب حاجی تو بال ایشون رفتیم کابین عقب. حالا رضا کرم چه وضعی داشت؟ این تفلک مدتی بود گران بود، مدت ها بود پرواز نکرده بود، وقتی که اومد حالا گران دیر اومدش، بعد حالا فقط میدونم خیلی تو کوران پرواز شهید کرم
هزار کرم نبود. شوقی هم همینطور. کاوین آقا من بس شهید کرم رو گذاشتم. ما رفتیم پرواز دو فروندی. بعد وقتی که از مرز رد شدیم حاجی در اون نقطه آی پی کار کرد که ما به صورت اسکیپ قرار بمب بزنیم. اسکیپ یعنی همون لو لول بمب بزنیم. دو درک داشتیم. بله. به من گفتش که به صلاح تو موقعیت قرار بگیر بریف کرد. من یه ذره فاصله گرفتم. جناب حاجی بمباش رو ریخ همون چینکا درک کرد و رفت. من رسیدم درست روی همون موزه های نیرو زمینی عراق. رسیدم رو موزه ها پیکر کردم. بمبای سی بی یو داشتم. ارتفاعم 2000 پا گرفته بودم که بمب ترکشش به ما نخوره. من بمبامو که زدم به محض که پیکر کردم کابین عقبم شهید رضا کرم گفت از راست داره موشک میخوره. داره موشک. تا گفت از راست یاد یه معلم آمریکایی مفتادم. این معلم با من یه رایدی رو رفت به این شکل. گفتش که یه مانوری میکنم یه پچ 1000 ساعت زده بود تو ویتنام. گفت ببین نظری من چی ببخشید 100 ساعت میگم 100 ساعت ببین من 100 تا میشن رو ویتنام دارم. ذهن نمودنم بود که چقدر از موشک و کمند موشک اینا فرار کردم. این چیزی که بهت میگم باید یاد بگیری. من میتونم حرف بزنم چی کار کردین؟ گشتین سمت موشک. ببین حالا من دارم عرض میکنم دیگه. این به من به من میگفت آنلود ای بی. من ای بی میزدم. آنلود که میکردم جی منفی رو هیچ خلبانی دوست نداره. در نتیجه من اسموسلی دستگو میدارن جلو های قهقه میخندیم. خب بازم جی منفی بدم پم میکردم میرفتم بالا. گو آی حبیب این گرفت 2-3 بار ای بی فول نوزدان آنلود به طوری که من چسبیده بودم رو سرم هلمتم رو کاناپی بود این بالا و همینجوری چشام داشت سیاهی میدم اینم قهقه میخندید. گفت بعد درک بر درک به راست و چپ. گفت ببین اصلا فکر نمی کنی. اصلا یک صدم ثانیه تعمق نمی کنی. هر طرف موشک بود بلا فاصله به سمت موشک بدون اینکه اصلا فکر کنی و این چیه جریان به سمت موشک فول آنلود به سمت زمین با هر چقدر در توانت جی بکش. این با من این تمرین رو کرد که آنلود شدید زیادم تا شاید 2 جی منفی با من داد که اصلا دیگه پیش وقت یادم نمیره. تا این گفت راست موشک یه دفعه به فکرم این کفه میجره رسید. گشتین سمت بلا فاصله فول ای بی با دماغ و با تمام چون دیگه موشک داره میخوره مثلا تجربهش هم داشتم زدم رو استیک به راست که گفت راست کشیدم راست. وقتی دیگه زدم کاملا به سمت پایین دیگه انقدر بدجوری بود اصلا متوجه نبودم که چه اتفاقی برای کابین عقب میفته. حس کردم یه صدای اومد باد پیچید تو حرف ما و تلاتنه چراغ قرمز میشه منتها یه حالت تقریبا میتونم بگم ترسم این بوده به زمین نخورم و ببینم موشکی چیه. فقط با ماکسیموم جی که میتونستم حالا دیگه بریک به راست جی کشیدم. درست همون نقطه که گفت موشک این اجک کرده بود. حالا میگم من وقتی که رولاد کردم دیدم خدای من پاورلان یا برق فشار قوی آبادان تا خرمشهر من پایین اون هستم. یعنی 20 متر بالا زمین وحشتی کردم که اگر حواسم نبود میرفتم تو کاب. کشیدم بالای کاب. کرم نیست جناب کرم نیست. نگاه کردم برای تلات پنل جنریتور روشنه پی سی روشنه بعد جیمیتر اومده پیک کرده و کرمی اصلا نیست. شما کاناپی هم ندیدید که پریده یعنی اصلا حواستون نبود. دارم میگم تو اون حالت فقط من داشتم بریک میکردم که این موشکه نخوره. در نتیجه گفتم که از اول اصلا دیگه این چی شد نمیدونم هیچی. اومدم بالا. خب ناوبری آینس با کابین عقبه که ایشون رفته. از این ور تمام اون موقع تمام دیفا و تلفنتون زنگ خورد. درست شد. درست شد الان. بعد اون درست اون زمان تمام تکنا رو آف میکردن. دستول همه آف میکردن. تکنی نیست. تکن ندارم. خود گوشم تکنش آف میکرد.
بعد آینه سم که نابری ایشون باید بذاره نیست. ای خدا چیکار کنم؟ از این برم با این جی کشیده بودم، محرمم شکسته بود، درد میکرد و یه همچین حالی، اصلا حال اغما تو کابین داشتم. تنها کاری کردم کشیدم نام 7-8 زاپا، بعد آبادان و به اصطلاح خرمشهر رو که دیدم کشیدم رفتم به سمت دریا. گفتم میرم سمت خلیج فارس، میرم به سمت 30-60 به اصطلاح 60-90 درجه، بالاخره یه چیزی میشه. دردش کردم، گفتم جناب حاجی شماره یک حالا کاسانه چون هیچ خبری از شماره یک نبود، رادار هیچ که جواب نمید، سکوت کامل، اصلا هیچ این برم کابین توش تمام باد، هی یه حالتی اصلا یه عجیب و غریب صدا می اومد، باد پیچیده بود. بعد تنها کاری که کردم همینجوری ادامه میدادم، یه دفعه یه صدای سلو برای من، هیچ صدا تا آخر عمرم میمونه، جناب بیژن عاصم برگشت گفت کاکو نظری کجایی؟ اینه که گفت دنیا رو به من داد. همونجا تو اپ ما چقدر شوک کردم، شوک کردم. و گفت چه وضعی داری؟ گفتم وضعم اینه، موشکم منفجر شده، یه مقدارم ترکش حتما خورده چون اونجا نمیدونستم. گفتش که بیا جلو سمت که بهت میدم، یه سمت داد، وکتور داد، رادار وکتور داد. بعد اومدم بیا، گفتش که جناب دات پی اینجاست، میگه اگر هواپیما فلایبل نیست ایجک بکن. آخه. گفتم نه، من 7-8 درست پیش ایجک کردم، به هیچ عنوان ایجک نمی کنم. چون در فوزرس پیش ایجک کرده بودم، دیگه نمیتونستم ایجک کنم، یعنی اصلا میترسیدم ایجک کنم. بودم این هفت ما رو با دندونم شده میاد. بعد این ایشون شروع کرد وکتور دادن، بعد گفت بیا جلو. اومدم گفت ساعت کاکو ساعت 11 ببین. بودم هیچی نمیدم چون بوشهر هیزم میشه. گفت چرا؟ نگاه کن دیدم یه چراغ روشنه، یه لام دیدم. بودم اینه، گفت همون بانده. آه راست میگه این بانده. بعد گشتم ارتفاع آوردم پایین، اومدم گفت هوک لندینگ. گفتم اصلا هیچ هوک، همین فقط میشینم، چون اصلا حال خوبی نداشتم. لندینگ کردم تای بان، موتورها رو خاموش کردم، بی حال. آقای جناب دادپی یاسینی یه در شادی که سای دیگه هم بودن، اومدن ما رو کشیدن بیرون، حالت اغما و بیهوش، من هم نیمه بیهوش و اینا، ما رو تو برانکات گوشم بردن بهتری. بعد دادپی اینو پرسیدن چی شو، گفتم اینجوری شد، من اصلا گفت چه کردم، بودم اصلا نمیدونم. گفت شما گفتی چی؟ گفتم من نگفتم هیچی، اصلا من چرا من گفتم چی؟ گفت اون اجازه نداری چک کنه که، چون کابین عقب با کامان سلکتور وال داره، میتونه، ولی همیشه بیریف میشه که این کارو نکن، چون فرمانده اپما کابین جلو ایجک کرد. دیگه از ایشون که اول مفقود هست، هیچ آثاری متاسفانه پیدا نشد و هیچ علامتی چیزی تمام تا الان که صحبت کردم نفهمیدی چه پریده. من فکر کنم زمان موشکه احتمالاً، درسته؟ دقیقاً گفتم راست داره، موشک به ما میخوره پرید. یه هیچی نشدیدین دیگه، یعنی از صدای هیچی نمیتونستم بگیرم، چون من فقط در حال جی کشیدن و رفتن پایین بودم که موشک به ما نخوره. یا ببین موشک دو جور میخوره، یا کامل میاد مقابلا میخوره و اپ ما فیوزش عمل میکنه، یا ما میگیم سی فی تی به اصطلاح اینفلوئنس فیوز داره که سی فی تی منفجر میشه ترکشاش میخوره. خب من همش ترسم بود که موشک، لذا من اصلا دیگه متوجه نشدم که اون لحظه رو دارم میگم چتش باز شد، چی شد، کجا. ولی منطق ببینید، نزدیک 550-600 نو هوا سرعت گرفت، بعد تمام پدافند داره میزنه، موشک از اون بالا اومده داره مثلا منفجر میشه. خب بعدم شما میدونید بالای 450 نات خلبان صدمه میبینه، وین بلاست خلبان رو خیلی داغون میکنه. خب ایشون که بالای اون پری درنچه قاعدتا از نظر دشفان ایشون نمیتونه سالم باشه و اون موقعیتی که اونجا داشتیم، در نتیجه ایشون اول ما امید داشتیم، گفتیم شاید صدا میاد. بله کاملا دارم صحبت، بله گوش میکنیم، بفهم. بله. اول امید داشتیم پیدا بشه که متاسفانه دیگه هیچ پیدا نشد و متاسفانه هیچ آثاری هم نشد. که روح شاد، خدا رحمتش کنه، روح شاد باشه، به خانوادهش میگم واقعا اون قهرمان و